شهیر شهید سالس روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از کلگری کانادا و مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن آلمان به ما پیوستن. آقای شهید سالس، آیا اونطور که رئیس CIA میگه آمریکا رهبری فعالانه داره میکنه الان در منطقه یا نه؟ ببینید، به نظر من مسئله رهبری الان در شرایط فعلی مطرح نیستش. اون چیزی که مطرحه اینه که امریکا هدف آماج حمله های نیروهای نیابتی ایران قرار گرفته و فعلا موضوع رهبری نیستش. موضوع در واقع رویارویی غیر مستقیم جمهوری اسلامی با امریکا هستش. اینکه امریکا واقعا چه گزینه هایی داره، به نظر من تمام آنالیست‌ها در این مورد صحبت کردن و حمله به ایران، همونجور که الان هم آقای فترمن گفته، حمله به ایران خیلی کار ریسکی هستش. یه مسئله که نادیده گرفته میشه تو این جریانات به نظر من مسئله نفت هست که بسیار عمده است. حالا اگر که به اصطلاح در ادامه برنامه خاصی من در این مورد توضیح میدم که چجوری ممکنه برای آقای بایدن و امریکا در کل گرفتاری ایجاد بکنه اگر وارد درگیری مستقیم بشه. ولی به نظر من همونطور که گفتم مسئله رهبری نیست، مسئله اداره این موضوع. آیا حمله به نیروهای نیابتی هر چقدر هم سخت باشه، هر چقدر هم محکم باشه، آیا واقعا پایان این کار خواهد بود؟ به نظر من نه، این جریان ادامه خواهد داشت و پایانی برش نیست. این که میگن بازدارندگی، به نظر من عملی هم نخواهد شد. حتی اگر حملات خیلی سختی به مراکزی که ایران در سوریه داره، مثل دیر الزور، مثل بوکمال و در عراق داره، به نظر من پایان این قضایی نخواهد. آقای مهدوی آزاد، ایالات متحده بارها به کرات در این چند ماه گذشته گفته که دنبال افزایش تنش‌ها در منطقه نیست، ولی خب از طرف دیگه مشخصه که ایران و گروه‌های نیابتیش دارن چنین کاری میکنن. تا قبل از این حملات اخیر به پایگاه آمریکایی‌ها در اردن میتونستن به قول غربی‌ها بندازنش زیر فرش، بگن که نه، گروه‌های نیابتی بودن، محکوم میکنیم، خیلی اقدام جدید جدی نبوده. ولی این بار دیگه خب نیروهای آمریکایی کشته شدن و صدای بسیاری در کنگره در آمده. فقط هم جمهوری‌خواه نیستن، بعضی از دموکرات‌ها هم دارن اعتراض میکنن. چقدر فکر میکنید که یک جواب نصف و نیمه از سمت دولت بایدن میتونه افکار عمومی رو و سیاستمداران اینجا در آمریکا راضی کنه؟ بله، قبلش بگم اینطوری که الان منابع آمریکایی داره ترس پیدا میکنه و ادعا میشه، حالا نمیدونم چقدر درسته و اگرم درسته چقدر میمونه، گفته میشه که در واقع آمریکا تصمیم گرفته که دوره یک ماهه به در واقع واکنش بده، یک ماه در واقع عملیات مداوم انجام بده که هم سایبری هست و هم نظامی، و گفته میشه داخل ایران هم نیست، اما در واقع منابع یا جاهای مربوط به ایران، مال ایران، مال سپاه پاسداران در خارج از ایران هست. ظاهرا پیامایی هم که منتقل شده دیروز خیلی سرسختانه بوده، خیلی جدی بوده، به همین خاطر هم در واقع میبینید که گروه های ایران در واقع مثلا کتاب حزب الله برای اولین بار یا گفته ما حملات متوقف میکنیم، در اولین بار بعد از این تشدید تنش. اونطور به صحنه که نگاه میکنید از طرف ایرانی واقعا قابل فهم نیست. الان امروز حرفای آقای سلامی که شما پخش کردید، میگه ما شما را آزموده ایم، منظورش آمریکا است، شما ما را آزموده ایم. اصلا برای چی ایران خودش را حریف آمریکا معرفی کرد؟ اصلا واسه چی میخواد با آمریکایی دست و پنجه نرم کنه؟ ببینید، شما متوجه نمیشید که هدفش از این در واقع جنگ دائمی و فرسایشی در حوزه منافع ملی و حوزه بین الملل دقیقاً چی هست، چی میخواد. خیلی وقت دیروزم توضیح دادم این کاراش اصلا برخلاف سیاست های رسمی جمهوری اسلامی، یعنی این کاراش اتفاقا باعث میشه آمریکا سخت‌تر بتونه از منطقه بیرون بره. این یکی. و دوم، اساسا توی در واقع موقعی که مسئولیتشو نمیپذیرن و سریع همه میگن ما نبودیم، خب اصلا معلوم نیست واسه چی این کارو میکنن. یعنی به اون پهپاد میدن که اون بزنه آمریکایی بکشه، بعدم میگه ما نبودیم. برای چی؟ یعنی از کشتن یک آمریکایی لذت میبرن. این مختزیات انشاء که توضیح هم قبلا دادم، ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل کرده به یک ساختار غیر قابل پیش بینی و دیوانه، نه از جنس قدرتی مثل چین یا روسیه. قدرتی مثل چین یا روسیه با آمریکا دست و پنجه نرم میکنه، منافع میخواد، سهم بزرگتری از کیک قدرت میخواد، چیز برای صادرات داره، چیز برای واردات میخواد. چیزی مثل جمهوری اسلامی شبیه حوثی های یمن دقیقاً مشخص است چی میخواد. این الان آمریکا اگه بایدن بگه من چی به شما بدم، مثلا با ما سوال میکنید، هر چی هم بدم باز میگم ما با شما مذاکره نمیکنیم. من فکر کنم این واقعیت تلخ خیلی از کارشناسان میدونن، خیلی از در واقع سیاستمداران میدونن. منتها خب
واقعیت نیستش که سیاست در واقع سیاست آقای بایدن حتی سیاست دموکرات ها هم نبوده. یعنی شما خب اوباما هم دموکرات بود، خب در اوباما حداقل اون تحریم های سرسختانه که گذاشت باز حداقل چیزی بود که جمهوری اسلامی آورد پای میز مذاکره. و من راست رو بخواد سیاست آقای بایدن من مجبورم بگم که نه سیاست دموکرات ها با سیاست کانزرواتیو ها و راستان که خیلی فاصله داره، نه تنها افکار عمومی رو قانع نمیکنه، دولت مردان دو طرف قانع نمیکنه، بلکه حتی شما میبینید یه سری از طرفداران میان رو حزب دموکرات هم راست رو بخواد ناراضی هستن. این سیاست به وضوح سیاست ضعیفی است، به وضوح در واقع باعث شده که یک نوع احساس اقتدار پوشالی در ایران تقویت بشه و به وضوح علیه منافع آمریکا، منافع منطقه و همه چیز است. برای من فکر کنم حتی اگر آقای بایدن شروع بکنه به یه سری پاسخ دادن هم باز از این حد در واقع بیشتر نخواهد رفت و در واقع حتی میگم طرفدارای خودش هم بخششون رو قانع نمی‌کنه.